مکرمین المنتجبین. در آغاز سخن سالگرد شهادت جانگداز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امام جعفر صادق علیه السلام در سال 83 بعد از هجرت پیغمبر در شهر مدینه به دنیا آمدند و در سال 148 بعد از هجرت رسول الله باز در همون شهر مدینه به شهادت رسیدند. زندگی امام صادق علیه السلام دارای سه بعد اساسی است. بعد اول آن بعد سیاسی زندگی آن حضرت و بعد دوم علمی و بعد سوم اعتقادی و دینی. امام علیه السلام در هر سه بعد به جامعه مسلمانان خدمتی کرد که نمونه و مثال ندارد. در بعد سیاسی ما نمیخوایم زیاد بحث کنیم، همه شما شنیدید. امام صادق در یک برهه‌ای میزیست که حکومت بنی امیه رو به افول و نابودی بود و حکومت بنی عباس در حال شکل گرفتن بود. رهبر نظامی این حکومت یک ایرانی بود به نام ابو مسلم خراسانی که نام او را شنیده اید. از خراسان لشکر گرانی را به راه انداخت، وارد شهر مدینه شد و خواست از آنجا به بغداد رود و حکومت را در دست بگیرد. پیش از این که به سراغ صفا رهبر بنی عباس برود و پیشنهاد خودش را مطرح کنه، خدمت امام جعفر صادق رسید و عرض کرد: ابن رسول الله، من برای خونخواهی قیام کرده ام و میخواهم تومار بنی امیه را در هم بپیچم و شما را به عنوان رهبر مذهبی و رهبر دینی برگزینم. حضرت سوالاتی از او کردن، فهمیدن که خودش میخواهد در حقیقت حاکم شود و قربتن الالله به قول معروف نیامده است که او بجنگد و حکومت را به دست امام صادق بدهد. فرمودند برای من بهتر است به همین درس و بحث و جلسات علمی که مشغول هستم به همین بحث بپردازم، ولی مخالف حرکت شما بر علیه بنی امیه هم نیستم، تأیید میکنم، اما نمیپذیرم به عنوان رهبر این حرکت در حقیقت حرکت کنم، در نهایتم خود شما حاکم شوید و ما رو به عنوان یک ماسک به قول معروف جلوی چشم خودت بگذاری ولی عملا حکومت در دست خودت باشه. آمد پیش صفا رهبر بنی عباس، گفت امام صادق نپذیرفته، شما بپذیر. گفت بسیار خوب. اونها حیله‌گر بودن، گفتن ما میپذیریم، وقتی قدرت رو دست گرفتیم خود ابو مسلم رو نابود میکنیم. به هر حال این دو قراردادی با هم بستن که صفا از جمله بنی عباس است و بنی عباس از طایفه عباس ابن عبدالمطلب و سید هستند، از قریش هستند، از بنی هاشم هستند. بنابراین او را به عنوان ماسک قرار داد، حرکت کرد و حکومت بنی امیه را با نیروهایی که از اطراف به اسم بنی عباس یعنی خاندان پیغمبر جمع می‌کرد شکست داد و نابود کرد. وقتی به قدرت رسید مدت کمی صفا حکومت کرد، نوبت رسید به منصور دوانیقی، فردی بسیار مکار و بسیار خونخوار و ستمگر بود. فهمید الان نوبتشه که دیگه باید از دست ابو مسلم خراسانی، فرمانده نیرومند نظامی ایرانی، راحت بشه. لذا یک روز گفت من شما رو میخوام تشویق کنم، احترام بگذارم، در پیش افرادی که در حکومت ما هستن جایزه ای بدم، خلعت بدم به شما. ابو مسلم هم ساده لو پذیرو حرکت کرد، وارد قصر
منصور دوانیقی شد. منصور قبلا گروهی از سربازان خونفشان خود را پشت پرده قرار داده بود، گفته بود شما اینجا بایستید، وقتی فردی آمد و من دستهای خود را به هم زدم از پشت پرده همه بیرون بپرید و با شمشیرها و نیزه ها اون شخصی را که نشانتان میدهم نابود کنید، در چشم به هم زدن را بکشید. همین کار را هم کرد. ابو مسلم بیچاره وارد به اصطلاح قصر شد، دم در طبق روال عادی که میگن آقا هفتیرها اسلحه ها را تحویل بدید، اون زمان میگفتن شمشیرها را تحویل بدید. شمشیرها را گرفتن، وارد شد و اول شروع کرد او را فحش دادن و او را عصبانی کرد. وقتی او عصبانی شد، او هم عصبانی شد. ناگهان منصور دستاشو به هم زد، سربازان بیرون پریدن و او را نابود کردن. معلوم شد که اصلا کل این قضیه دسیسه بوده است و برای رسیدن به حکومت بوده و امام صادق حاضر نشد در این دسیسه شرکت کند و به خاطر ریاست و به پست و مقام رسیدن خودش را، آبروی خودش را فدای ریاست طلبی کند. از این فرصت پیش آمده که جنگی بود بین قدرت طلبان، امام صادق بهترین استفاده را کرد و دانشگاه بزرگی در شهر مدینه تأسیس کرد که 4000 دانشجو در آن دانشگاه به تحصیل در رشته‌های مختلف مشغول شدند، از جمله 1000 نفر در درس فقه و حدیث امام جعفر صادق علیه السلام شرکت می‌کردند. از میان این گروه دانشمندان بزرگی بعداً برخاستند، مانند جابر ابن حیان پدر علم شیمی، مانند شام ابن حکم بزرگترین دانشمند علم کلام جدید آن زمان، مفضل ابن عمر دانشمند بزرگ علم تشریع و پزشکی، زرارت ابن عیان دانشمند بزرگ در رشته علم حدیث و علم فقه، محمد ابن مسلم نیز از رباط نامدار و دیگران مانند ابوبصیر و غیره بودند. هر یک از اینها در آسمان علم در رشته ای از رشته ها دارای درخشش خاصی هستند. امام جعفر صادق علیه السلام به دنیای علم بشریت خدمتی شایسته کرد که در 3 بخش خیلی بخوایم خلاصه کنیم بیان می‌داریم. بخش اول نجات دادن فلسفه یونان که تازه به اسکندریه منتقل شده بود و برخی از کتاب‌ها به وسیله تجار و بازرگانان از اسکندریه در مصر وارد مدینه شده بود. شما میدونید که حتی در زمان 50 سال پیش در بزرگترین حوزه های علمی ما فلسفه را حرام میدونستن. شما قادرات علامه طباطبایی را بخونید، وقتی ایشان شروع کرد به تدریس فلسفه در حوزه علمیه قم که امروز شده کانون فلسفه، مرجع زمان برایشون پیغام فرستادن که اگر درس را تعطیل نکنید ما شهریه تمام طلابی که به درس شما می آیند قطع خواهیم کرد. در خاطرات هست. حالا حساب کنید 1400 سال بعد گردید به عقب، فلسفه تازه وارد حوزه علمیه اسلامی شده و امام جعفر صادق رئیس این حوزه. امام جعفر صادق نه تنها در برابر فلسفه نایستاد، بلکه خودش مروج فلسفه یونان شد. گرچه خود امام خیلی بالاتر افقش از افق فلسفه یونان و ارسطو و افلاطون است، ولی امام تشخیص میدهد این یک دانش است، یک پشتوانه دارد، یک علم است و علم از دیدگاه اسلام امری مقدس است و باید رشد کند. استاد بزرگوار ما در فلسفه آیت الله حسنزاده میفرمودند امام جعفر صادق هر شاگردی از شاگردانش را که بسیار نخبه بود، فرهیخته بود، دانشمند بود، وقتی میخواستن صدا زنن میفرمودن ای ارسطوی مسلمانان بیا این کار را انجام بده، این حرف را بزن. خود همین جمله ارسطو گفتن توسط امام صادق
اکرام دانشمندان بزرگ باستان است. و امام صادق این مرد بزرگ یونانی را تا این سرحد احترام می‌گذاشتند که نخبگان مسلمان را ارسطوی جهان اسلام لقب می‌دادند. پس امام صادق اولین کسی بود بعد از امام باقر پدر بزرگوارشان که فلسفه یونان را از اضمحلال در درون حوزه علمیه اسلامی نجات داد. از کردن بعد از 1400 سال فلسفه در قوم و نجف تحریم شده بود و خودمون مرجع می فرموده که ما هم خوندیم فلسفه را ولی یواشکی می رفتیم درس فلسفه و طوری که کسی نفهمه. بنابراین شما روشن فکری امام جعفر صادق، باز بودن افق اندیشه امام جعفر صادق را در آن زمان در نظر بگیرید که نه تنها حرام نمی داند آموزش فلسفه را، بلکه احیا کننده این دانش غنی و نیازمند است. این دانشی که الان در جهت تفسیر نهج البلاغه قرار گرفته است، توسط علامه طباطبایی در جهت تفسیر قرآن قرار گرفته است. یک علم مفید را اون زمان امام صادق تشخیص داد باید ترویج کرد، باید از نابودی نجات داد. این یه خدمت بزرگی بود که امام صادق علیه السلام به دنیای فلسفه کرد. خدمت دوم امام جعفر صادق علیه السلام به دنیای علم این بود که حوزه علمیه را جامع بین علوم روز و علوم قدیمی کرد. درست حرکتی که الان پیش آمده. شما به 200 سال پیش برگردید، حوزه های علمیه اسلامی جامع بین علوم روز و علوم حال بود. یعنی قانون بوعلی سینا در حوزه علمیه قم و نجف تدریس می شده است. الان اساتیری از علما داریم که استاد قانون بودن و هستن هنوزن. ریاضیات تدریس می شده. علم هیئت و نجوم توسط امثال سردار کابلی، امثال شهرانی تدریس می شده است. هندسه، ریاضیات، علم هیئت، علم پزشکی، علم طبیعیات که امروز میگن فیزیک، اون زمان میگفتن طبیعیات، در حوزه تدریس میشده. سیر قهقرایی پیموده رسیده الان به جایی که فقط علوم دینی مثل تفسیر قرآن و فقه و اصول تدریس میشه. امام صادق درست حرکتی که کرد برعکس بود. یعنی حوزه علمیه اسلامی که فقط در علم کلام و فقه و حدیث بود گسترش داد، شاگردانی در شیمی تربیت کرد مثل جابر بن حیان که جایی بهش میگن گله، شاگردانی در علم پزشکی تربیت کرد. خود امام صادق کتابی دارد به نام طب صادق معروف است، مطابق طب قدیم. مانند مفضل ابن عمر تربیت شدن در مکتب امام که کتاب دارد در علم تشریع، هنوزم کتابش موجوده، ترجمه هم شده به زبانهای مختلف. یا هشام ابن حکم را تربیت کرد. شما ببینید واقعا وقتی انسان برمیگردد به شخصیت امام جعفر صادق و مقایسه میکند با شخصیت‌های دیگر، حتی شخصیت‌های معاصر بعد از گذشت 1400 سال، میبیند امام کجا پرواز میکرد فکرش و ماها کجا پرواز میکنند. امام دانش اسلامی را غنا بخشید، همه ابعاد دیگر را تقویت کرد، از جمله دانش‌های جدید را هم آورد در درون دانشگاه اسلامی و ترویج کرد. یکی از شاگردان آن حضرت کتاب دارد درباره گیاه‌شناسی که بعد روش این دانشمند در دانشمندان قبل و حتی امروزی دوباره داره احیا میشه، بهترین روش گیاه‌شناسی. ایشون نه فقط عکس گیاه را میکشید، میرفت در بیابانها، در صحراها، جاهای مختلف که هر صحرای گیاه خاصی دارد، خود اون گیاه را قالب میگرفت. یعنی به نحوی اون را به اصطلاح قالب گیری میکرد که بماند و خود گیاه را بر صفحه کاغذ میچسبان، موندنیش میکرد، مادهی به اون میزد که بماند، شبیه پلاستیک شود، بماند با رنگ و با طعم و با همون مشخصاتی که دارد و زیر آن توضیح میداد. چقدر این روش روش زنده است برای گیاه‌شناسی. الان هم اخیراً بعضی از دانشگاه‌ها به این امر اهتمام و
ورزیدن که فقط به عکس کشیدن. عکس هرگز نشان دهنده خود مشخصات گیاه نیست. او گیاه شناسی بود که با این روش کتاب دارد در علم گیاه شناسی. در علم فقه و اصول و علوم اسلامی هم که ایشون رئیس مذهب است و رؤسای دو مذهب معاصر ایشان اعتراف کرده اند که بالاترین شخصیت در مذهب، در دین و در علوم دینی جعفر ابن محمد بن صادق علیه السلام است. من دو سه نمونه برای رعایت اختصار فقط انتخاب کردم از کتاب‌های مختلف به عرض شما می‌رسانم. سخن اول سخن محمد ابن طلحه است از رؤسای بزرگ و رؤسای مذاهب شافعی. درباره امام جعفر صادق این محمد ابن طلحه چنین می‌گوید: هو من عظماء اهل بیت، اهل البیت، یعنی امام صادق از بزرگان اهل بیت پیغمبر بود. ذو علوم جمه، صاحب دانش‌های جامع و پربار و عبادت موفوره و زهد و عبادت بیاندازه. توضیح می‌دهد، صفات امام صادق را بیان می‌کنه تا آنجا که می‌گوید و یستخرج من بحره جواهره. امام صادق کسی بود که از دریای قرآن گوهرها را سید می‌کرد و به جامعه مسلمانان عرضه می‌کرد. و یستنتج عجائبه، و از عجائب کلام خدا استنتاج و استنباط خود را برای مردم بیان می‌کرد. یکی دیگر از دانشمندان بزرگ اهل سنت که از رؤسای مذاهب دیگر هم، اینا رقیبای امام صادق هم، رقیب بیاید درباره امام صادق سخن بگوید، این هنر است. مثل یک دانشمند بزرگی است از ادبا و شعرای فرانسه، آمدن پیش او گفتن که بزرگترین شاعر فرانسه کیست؟ معمولا ادبا و شعرا میگن خود ما. ایشون فرمود که بزرگترین شاعر فرانسه متاسفانه هوگو است، ویکتور هوگو. چرا که متاسفانه؟ چون رقابت و دشمنی شدیدی بود بین این دو، یعنی بینشون رقابت بود. حالا رقابت هایی که معمولا بین شعرا و ادبا هست و اسادت هایی که وجود داره، اون بلاخره اونا هم بینشون بود، ولی انصاف داشت. من گفتم بزرگترین شاعر فرانسه کیه؟ گفت متاسفانه همین ویکتور هوگو، اون بزرگترین شاعر فرانسه. اینجاست که انسان میفهمد واقعا ویکتور هوگو علی است، چون رقیبش، مخالفش، حسودش داره از او تعریف میکنه. یه وقت دوست و موافق میاد تعریف میکنه، هنر نیست. بل فضل ما شهدت بهل اعدا، فضیلت آن است که دشمن بیاید اثبات کند و ترویج کند. اینجا هم مخالفان و رقبای امام صادق دارن درباره امام صادق حرف میزنن، مثل محمد ابن طلحه، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه میگوید، ابو حنیفه رهبر حنفی ها، میگه روزی منصور خلیفه عباسی، منصور دوانیخی، مرا به قصر خود فراخواند. رفتم وارد قصر او شدم، گفتم خلیفه از من چه میخواهد؟ خلیفه گفت سیت شهرت امام صادق داره همه جا رو میگیره، مشهور داره میشه، معروف داره میشه، ما نمیخوایم معروف بشه، ما میخوایم بشکنیمش، میخوایم بردش کنیم. تو هم یک دانشمند بزرگ هستی، رهبر یک مذهب، حنفی‌های دنیا پیرو همین آقای ابو حنیفه هستن و تو را قبول دارن. تو برو تعدادی سؤال خیلی پیچیده و سخت و دشوار فراهم کن با وقت کافی، من به صورت ناگهانی تو را و امام جعفر صادق را دعوت میکنم به قصرم و تو این سوالات را که از قبل آماده کردی و پیچیده است فجعتا از او بپرس. من آمادگی نخواهد داشت، بنابراین از مثلا 30-40 سوال قطعا یه تعدادش را نمیتونه جواب بده و وقتی نتونست جواب بده خرد میشه در جلوی دانشمندان دیگر و از اون ابهت و عظمت و شهرت و کمالی که برای او وجود دارد
به اصطلاح کاسته خواهد شد. ابو حنیفه خودش رقیبه، میگه بسیار خوب، من میرم همه این سوالا رو فراهم میکنم. میگه رفتم 40 تا سوال سخت فقهی، روایی و اصولی و کلامی فراهم کردم و این 40 سوال را به اصطلاح در یک صفحه نوشتم تا روزی که منصور ما را فراخوان. ما رفتیم وارد قصرش شدیم و در قصر او دیدم که امام جعفر صادق نشسته، دانشمندان دیگر هم سویل در سویل نشستن، گروه زیادی از مردم عادی هم دعوت شدن و این 40 سوال را خواستم که مطرح کنم. خود منصور جلسه را آغاز کرد، گفت ابو حنیفه میشناسی این شخص را؟ جعفر ابن محمد است. گفتم بله. به جعفر صادق گفت که ابو حنیفه را میشناسی؟ حضرت فرمود بله. جمله ای که ابو حنیفه میگوید و این قصه را یکی از پیروان و دانشمندان مذهب حنفی به نام ابوالقاسم بغار در کتاب مسند ابو حنیفه، کتابی به نام مسند ابو حنیفه، نویسندش این آقای ابوالقاسم است و از پیروان مذهب حنفی، این شخص داره نقل میکنه مستقیما از استادش ابو حنیفه که این را میگه من برای من نقل کردم این قصه را. میگه از جمله ابو حنیفه به من گفت که وقتی وارد قصر شدم و دیدم که منصور روی تخت نشسته و در کنار جعفر ابن محمد روی زمین نشسته، میگه هیبتی که از جعفر بر من مسلط شد بیش از هیبتی بود که از ابو جعفر بر من مسلط شد. ابو جعفر لقب همون منصور دوانیفی است، ابو جعفر منصور دوانیفی. میگه حوالتش اینجور تنظیم کرده، هیبت جعفر بیشتر مرا گرفت تا هیبت ابو جعفر. به هر حال علم و دانش برای خودش یک وجهه دارد، احترام دارد. میگه نشستم، بعد از معارفه آقای منصور دوانیفی گفت که سوالای خودت را مطرح کن. من یکی یکی سوالها را مطرح میکردم در علم فقه، در علم اصول فقه، در علم کلام، در علم حدیث، علومی که خیلی دیگه اون وارد بوده، و هر سوالی که مطرح میکردم امام صادق میفرمود در این مسئله سه نظریه است. یک نظریه نظریه اهل کوفه، یک نظریه نظریه اهل بصره. دو مکتب بودن در اون زمان، مکتب کوفی ها، مکتب بصری ها، چون دو تا حوزه یا دانشگاه بزرگ بود که اینها عرفایی داشتن، صوفیهایی داشتن، فقهایی داشتن و مکاتبشون با هم تفاوت داشت. مثل این که بگوییم مثلا مکتب ماتریالیست این را میگوید، مکتب الهیون این را میگوید. اون زمان این دو مکتب خیلی معروف. حضرت میفرمود در این مسئله که تو مطرح کردی سه نظریه است. نظر اهل کوفه این است، شرع میداد. نظر اهل بصره که میگویند این است، اون هم را شرع میداد. ولی گفت نظر ما اهل بیت اون هم چیز دیگری است. بعد ابو حنیفه میگه بعضی جاها اینها با هم فرق میکرد، بعضی جاها با هم یکی بود. پس نظر در بعضی مسائل فقهی با هم یکی است، چون خیلی از مسائل فقهی ما با اهل سنت مشابه هم هست، یه جایی هم با هم تفاوت داره. همینطور یک یک از این 40 مسئله را من مطرح کردم و او درباره هر مسئله سه نظریه مطرح کرد و شرح داد و دلیل هر کدام را هم بیان کرد. تا یک دفعه دیگر دیدیم ما کاسمون خالی شد، سوالی نداریم. از بعد فرمود بازم سوال داری؟ گفتم نه، من این 40 را آماده کرده بودیم. بعد به هر حال یک جمله ای دارد این آقای منصور دوانیقی که میگوید وقتی این سوال ها به پایان رسید، گفت اون جعفر ابن محمدی که میگوین اعلم علماست این است که به این سوال ها توانست پاسخ بده. به حال جلسه ای که برای کوبیدن امام جعفر صادق علیه السلام تهیه شده بود، اون جلسه به عظمت و کبریایی امام صادق علیه السلام افزود و این حرکات باعث می شد که کینه امام جعفر صادق بیشتر در دل این نادان ها و این احمق ها مثل منصور دوانیقی که یک پادشاهی بود که با زد و بند به سلطنت رسیده بود، اون هم عرض کردم با چه زد و بندی که بزرگترین حامی خودش که اصلا دست او را گرفت و بر تخت نشان، یعنی ابو مسلم خراسانی را، با اون نامردی و ناجوانمردی اونچنان
قطع لسان به قطع قطع کرد در جلوه کاف خودش. چنین فردی کجا میتواند عظمت امام صادق را ببیند؟ کجا میتواند دانش بی نظیر امام جعفر صادق علیه السلام را مشاهده کند؟ به هر حال این عوامل باعث شد که حسدها گل کند، کینه ها به اوج برسد و سرانجام امام جعفر صادق علیه السلام را با اون طرز فجیع و با اون روشی که شنیدید، با اون روش غمناک به شهادت برساند. من فقط یک نمونه ای از اون چه که امام جعفر صادق به دنیای علم عرضه کرده است و عرض شما میرسونم و بحثم را خاتمه میدم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از کتابهای خوبی که درباره شخصیت امام صادق نوشته شده است کتابی است به نام شاگردان امام جعفر صادق. کتاب بسیار زیبایی است، کمیاب است ولی وجود دارد در کتابخانه‌های قدیم. در این کتاب نقل قولهایی که از دانشمندان اروپا کرده است درباره امام صادق و شاگردان امام صادق خیلی جالب و شنیدنی است. به عنوان مثال جورجی زیدان دانشمند مسیحی لبنانی، اصلا مسلمان نیست ولی مورخ و ادیب و نویسنده زبردستی است. جمله‌ای دارد درباره جابر بن حیان شاگرد امام صادق، میگوید اعجب ما یوجد فی حیات جابر، عجیب ترین چیزی که در زندگی جابر بن حیان شاگرد امام جعفر صادق وجود دارد این است که ان الاوروبيين يعرفونه اكثر من المسلمين، اروپایی ها و غربی ها بهتر او را میشناسند تا مسلمان ها. یعنی جامعه مسلمان ها هنوز نتوانسته است شخصیت جابر را حتی به اندازه غربی ها بشناسد. شما اینجا برای دانشمند شیمی فیزیک بگید گبر، فورا میگه در تاریخ خواندم، در تاریخ علم، که پدر علم کیمیا، اون زمان به شیمی میگفتن کیمیا، همین آقای جابر ابن حیان هست. یا دکتر گوستاو لوبون، مورخ بزرگ و نامی فرانسه، درباره جابر ابن حیان شاگرد امام جعفر صادق میگوید که کتابهایی دارد در حد دائرة المعارف در علوم گوناگون، مخصوصا علوم شیمی و علوم روز. و بعد میگوید بسیاری از این کتاب ها هنوز به دست خود مسلمان ها نرسیده، چون اینها به عنوان عتیقه خود اروپایی ها جمع کردن از کشورهای اسلامی مخصوصا ایران و بردن در کشورهای مثل فرانسه، انگلستان، و خیلی از اینها حتی اجازه کپی برداری را به خود مسلمان ها الان نمیدن. یعنی خیلی وقتا دانشمندان ایرانی میرن در کتابخانه های انگلیس یا فرانسه کتاب های خطی مسلمانانی را که امثال جابر اینها نوشتن، میگن آقا ما خودمون تو کشورمون نداریم، شما اومد بردید، اجازه بدید یه کپی، یه نسخه کپی یا یه فیلم از این بگیریم و ببریم در کشور خودمون استفاده کنیم. اجازه نمیدن. باز استاد بزرگوار آقای حسن‌زاده میگفتن روزی ما در قم بودیم، یکی از دوستان مطلع از تهران آمده بود، گفت امروز یک هواپیما از کتابهای نسخ خطی ایران از تهران پرواز کرد به سوی پاریس. اینطور جمع میکردن به عنوان عتیقه فلان و با قیمت ارزان میخریدن و میبردن به کشورهای خودشون. یکی از آنها زیج معروفی است. زیج همون کتابایی است که در محاسبات فلکی است، محاسبات بسیار دقیق مثل زیج بهادری. این زیج را دولت فرانسه دستور داده بود فقط به تعداد دانشمندان علم نجوم تکثیر کنند. یعنی آزاد نیست چاپ کنن در کتابخونه فروشی ها بفروشن. ببینن چند تا دانشمند نجوم دارن، این زیج را ترجمه کردن به فرانسه، به تعداد فقط دانشمندان علم نجوم خودشان چاپ کنن و فقط به اونها بدن، به کسی دیگه هم بگن داده نشه. حالا چرا صد به این که دوباره بخوان خود مسلمان ها از این کتاب ها استفاده کنن. در حال یک جور خسارت های متاسفانه به ما خیلی وارد اومده. از جمله کتاب های جابر، گوستاو لوبون فرانسوی مورخ تاریخ، دانشمند بزرگ علم تاریخ است، دیده از این کتاب ها را که میگوید کتاب های جابر بن حیان در علوم طبیعی از جمله علم شیمی
در حد دائره المعارف کبرا، در حد دائره المعارف های بزرگ هست که به دست ما رسیده است. خدمتی که امام جعفر صادق به دنیای علم کرد کمتر نیست از خدمتی که آن حضرت به دنیای اسلام کرد. خدمتی که امام جعفر صادق به دنیای فلسفه کرد در سطح جهان کمتر نیست از خدمتی که آن حضرت به فقه و اصول و علم حدیث در درون جامعه اسلامی کرد. افتخار میکنیم که پیشوای ما، امام ما، رئیس مذهب ما چنین شخصیت بزرگ و عالی مقام، دانشمند، زاهد، عابد و پر افتخار است و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق شیعه واقعی بودن برای چنین امامانی را و پیروی واقعی از چنین رهبرانی را بهتر از پیش و بیشتر از پیش عنایت بفرماید. من بیش از این وقت شما را نمیگیرم و با چند دعا و عرایض خودم خاتمه میدهم. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرماید. پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در آورد. قلب نازنین امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. اله پروردگارا در این شب عزیز، شب رحمت و مغفرت و آمازش، همه گذشتگان خاک مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر را ببخش و بیامرز. همه مریضان مخصوصا مریضان منظور لباس عافیت و شفای عاجل و کامل بپوشان. سفر همه مسافران بی خطر بگردان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. بالنبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر سوالی هم هست دوست دقیقه در خدمت شما هستیم. راشد جا اسم گیاه شناسی تمنی چیم؟ کتابی که در این زمینه تفصیل داده به نام ایشون را و همچنین تا نمونه هایی از کارهای ایشون را با عکس و تصویر بیان کرده است، اسم کتاب هست شاگردان امام صادق. کتاب را من دارم در منزل، سالها پیش میخوندم، در صفحه 291 یادم هست که در اینجا هم یادداشت کردم، در صفحه 291 کتاب شاگردان امام صادق اسم و مشخصات گروه زیادی از این دانشمندانی که شاگردان امام صادق بودن ذکر شده و حتی کشفیات اونها را هم عیناً نقل کرده. به عنوان مثال کشفیاتی که همین آقای جابر بن حیان در علم شیمی داره که هیچ کس قبل از او کشف نکرده بود، او اینها را کشف کرده. از جمله اسید نیتریک، از جمله قلیاب که امروز میگن کربنات سدیم، از جمله کلور آمونیوم، از جمله اکسید موکرو هم چه اسمی داره و به خدمت شما عرض کنم تعداد زیادی دیگر از عناصری که امروز جزء عناصر محسوب میشن و اون دانشمند بزرگ کشف کرده، مثل اونچه که میگیم ما تیزاب نقره، یعنی اسید یا اسید تیزاب نقره. اینها از کشفیات اوست به صورت خیلی دقیق در این کتاب شاگردان امام جعفر صادق، هم اسم اینها، هم کشفیات اینها، هم کتابان اینها اومده. کتاب خطور بسیار خوبی است که میتونم که بیارم ان شاء الله هدیه بدیم خدمت دوستان هم مطالعه کنم. سوال دیگری هست؟ بفرمایید. با توجه به اینکه امام جعفر صادق با مسئله فلسفه اینطوری برخورد کردن، فلسفه رو وارد حوزه کردن، چطور بعد از ایشون تا این اواخر فلسفه توی حوزه اینطور که شما فرمودید مش برخورد میشه؟ خب دلایل مختلفی را داره. یکی از دلایلش مثلا اینه که در اصفهان دانشمند بزرگی بودن به نام میرداماد، همه اسمشون را شنیدید. خوشبحال ایشون که همیشه هم داماد بودن و تازه داماد. میرداماد ایشون از فلاسفه بزرگ بودن، در این حال از فقها و دانشمندان دینی بزرگ. خب ایشان شروع میکنه به تدریس فلسفه. خب میگم حوادثی رخ داده که باعث شده بعداً فلسفه را تحریم کنن یا اجتناب کنن. وارد سخنرانی میشه، شروع میکنه بحث فلسفه را مطرح میکنه، دلیل خداشناسان، دلیل خدانشناسان را بیان میکنه. دلیل یکی از خدانشناسان را که بیان میکنه خیلی هم جا میندازه، چون روش علمی اینه که ما دلیل موافق و مخالف رو هر دو تا میتونیم قشنگ مطرح کنیم، دفاع کنیم. یعنی تو نگیم آقا چون ما مخالفیم
دلیل رو ماسمالی کنیم و ناقص و بی‌اصول بیان کنیم که همه نپذیرن. روش دانشمندان بزرگ اینه که دلیل مخالف رو اول مطرح میکنن، خوبم پرورش میدن به طوری که جا میفته، بعد دلیل موافق میارن، بعد دلیل خودشون رو عرضه میکنن. ایشون اینطور بوده. به هر حال آخر وقت بوده و دلیل یکی از خدا نشناسان رو مطرح میکنه و پرورش میده، میگه که اما وقت تمامه، چون آخر مجلس بوده، انشاءالله بقیه را جوابش رو هفته آینده نمیدیم. تعدادی بلند میشه میگه آقا جواب بلد نیستی، ما همین دلیل رو پذیرفتیم، کافر میشه در همون مجلس از نفس قدسیشون به جای این که هدایت بشن، به هر حال کافر میشن، از مجلس بیرون میرن. ایشون دیگه دست خودش رو به قول معروف داغ میکنه که من دیگه فلسفه درس نمیدم. این گونه حوادثی که اینا راه حل داره. خب شما لازم نیست که اون آخر جلسه دلیل مخالف رو بیان کنید، وقتی وقت دارید دلیل مخالف رو بیان کنید، دلیل مخالف موافقم رو بیان کنید و انصاف را در بیان هر دو دلیل هم رعایت کنید. در حال اینها رو ما میذاریم با حساب اشتباهات افراد در کیفیت دلیل، نه اشکال فلسفه. فلسفه مقصر نیست، فلسفه میخواهد واقعیت رو بیان کنه. در بیان واقعیت موافق داریم و مخالف، دلیل موافق، دلیل مخالف، برهان موافق، برهان مخالف. اینها دلیل نمیشود که آقایون بیایم تحریم کنن، ولی به هر حال تحریم کرده، اتفاق افتاده. سوال آخر آجا، اول خسته نباشید، از شما در نکن از احیانات خوبتون استفاده کردید، مطالب جدید بود. من سوالم اینه که اگر احیانم بپرسیم که فیزیک چیه، شما در مورد انرژی و پتانسیل و خلال این صحبت میکنید، اگر جواب ابن احیان بپرسیم در مورد شیمی، اگر بپرسیم از شما که شعر چیه، یه قطعه از پروین افتاد. حالا من میخوام بپرسم که فلسفه اصولش اصلا چی هستش؟ از کجا اومده و در چه موردی صحبت میکنه؟ شما کتاب فلسفه که در دبیرستان می‌خوندید چیزی متوجه نمی‌شدید از فلسفه؟ بله، البته این سوال سوالیه که کتاب در جوابش با بیان بشه و در حال جلسه. ولی خیلی خلاصه بخوایم عرض کنیم، فلسفه عبارت است از علمی که حالا آخر وقت خدمت شما، فلسفه دانشی است که برای به دست آوردن حقایق عالم وجود از اون جهت که وجود دارن بحث شده. البته این تعریف خیلی مختصر، نیاز به شرح کتابی هم نوشتیم به نام دروس فلسفه آنلاین هست که تعریف فلسفه در اونجا به زبان فارسی به صورت خیلی مفصل توضیح داده شده. کلمه فلسفه ریشه یونانی داره، از کلمه فیلوسوفیا گرفته شده. فیلو و سوفیا، فیلو به معنای فیلو و سوفیا دو تا کلمه یونانیه که اینها دوتاش به معنای دوستدار دانش است، عاشق دانش یا عشق به دانش. بنابراین کلمه فلسفه از نظر لغت یعنی دانش دوستی یا خرد دوستی، این از نظر لغت. اما از نظر اصطلاح خیلی بحث داره کلمه فلسفه و تفسیر فلسفه. ولی به طور خیلی خلاصه بخوام بگیم، فلسفه دانشی است که درباره کلیات عالم وجود، یعنی وجود از آن جهت که وجود است، بحث میکنه. شرح آن از کلم در کتاب دروس فلسفه آمده است، آنلاین هم هست، میتونید مراجعه کنید. سوال دیگه بعد از آخر بفرمایید. فرمودید که ابو مسلم وقتی خدمت مقصد رسیدن برای حکومت پیشنهاد کردن، ایشون نپذیرفت. خواهم بدونم که ایشون اعتقادی به حکومت کردن نداشتن یا اینکه چون مکر دیدن در کار ابو مسلم نپذیرفتن؟ بله، چون مکر دیدن نپذیرفتن. یعنی امام تشخیص دادن که میخوان ایشون را به عنوان بسیار علم مطرح کنن، به اسم این که فرزند رسول الله است و خونخواهی مثلا امام حسین امثال اینها، ولی خودشون میخوان به حکومت برسن. رضا امام به این دلیل، نه این که موافق به حکومت نبودن، به این دلیل که در روایت دیگر آمده است که یکی از یاران امام صادق گفت یا ابن رسول الله، شما چرا قیام نمی کنید؟ ظلم و ستم به اوج رسیده. حضرت فرمودن که داغ نکن، هر که اسب من سوار شو بریم یه خود هوا بخوریم. از شهر بیرون رفتن، اون بنده خدا میگه رفتیم از شهر بیرون، یه جا رد شدیم که دیدیم که یک به اصطلاح آغلی است که تعدادی بزغاله و گوسفند توی اون آغل هستند. و از کنار اونا که رد شدیم، حضرت اشاره کرد اون آغل، فرمود اگر به تعداد این بزها و گوسفندا من یار صادق و دوست واقعی و یاوری مثل یاوران امام حسین داشتم، قطعا یک لحظه سکوت نمی‌کردم، قیام می‌کردم. میگرفتم شما دم دم 25 تا بیشتر گوسفند نیست. به هر حال امام مخالف نبود با قیام بر علیه حزب المستن، منتها به هر حال اون هم راه صحیح، نمیشه گفت که
ما معتقد نیستیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یا بله هدف وسیله رو توجیه میکنه. وسیله مهمه برای در مکتب ما که اون وسیله‌ای که میخواد ما را به هدف برسونه اون وسیله چیست؟ آیا وسیله راستینه یا وسیله دروغین؟ با وسیله دروغین حتی به هدف راستین هم برسیم از نظر اسلام قابل قبول نیست. خب امیدواریم که خداوند متعال توفیق شناخت بهتر پیشوایان عزیز و عظیم القدر امثال امام صادق علیه السلام را بیشتر نصیب همه ما بفرماید. صلوات دیگری هم آورده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.